موقت این سمت اسماعیلی فر میفرسته رو سره عیسی آلکسی اسبق پرسپولیس، میفرسته توپ رو یه سایش با سر، موقعیت هست برای فرصت برای فولاد و توی دروازه. ببینیم اینجا توپ رو فرستادند، داشتن دو تا بازیکن رو داره، پاس رو به جلوی، فرصت برای پرسپولیس، چه توپی گل نشد. فرصت هست برای آلیشا، خود آلیشا حرکت میکنه، یک و دو رو میده و دورم میگیره، ضربه رو هم میزنه، دفع ناقصه که میفرسته تو با این سر سنت، یه حرکت رو انجام داده، پورته دادن قرمز پوشان پرسپولیس. این ضربه او از خیلی در تیم پرسپولیس به کار نیومد. وحید حیدریه فرصت هست برای حالا پشت مدافع، این یک کد انجام شده، یک ضربه و توی دروازه، توی دروازه اورونوف، یک کدای خوب ترابی توپو فرستاد، خود اورونوف یک کداد به ترابی، دو رو گرفت، درک متقابل عالی تو قلب خط دفاعی به این سادگی و نظر مثل که خوب موقعی هم گل مساوی رو زد. اگه میخواد فشار رو ادامه بده اسماعیلی فر، یه موقعیت، توپ رو میفرستن بلند به روی دروازه، این بار سر مدافعین، در اون شلوغی و توی دروازه، توی دروازه بعد رو فرستادن، در اون شلوغی سر اول رو که زدن، بله بازیکنان فولاد در به ثمر رسیدن این گلا داشتن، گل اول رو ببینیم حالا چی کار میکنم. فرصت برای پرسپولیس در چلو رفسنجان خریدنش، یه بار دیگه فرصت هست اینجا، قبل شادیش ادامه بده. خب از اون شرایطی بود که اگر بیه یا یه فرصت برای دریبل عالی، فرصت، یه موقعیت، حال کسی میره ضربه رو به توی دروازه، توی دروازه، پرسپولیس دو فولاد دو بقیه هست. ببینیم توپ رو فرستادن تقریبا روی نقطه کورنر، ضربه رو هم زدن، توپ هم تبدیل به گل شد، مشکلی هم نداره. اند میفرستن روی دروازه، سر اول، یه موقعیت لبه خط، روی تیر قید حیدریه، توپ داشت میرفت تو گل. اون طرف هم کریستوفر کنت میزنه ضربه رو، یه مکس میکنه و توی دروازه، توی دروازه، پرسپولیس 3-2. راو شاگرداش عقب افتادن، این با پنالتی در چارچوب از حسین کنعانی زادگان. حالا سروش رفیع مستقیم به ترابی میبرن به سمت راست زمین، حالا فرصت هست، ببینیم رو پای چپ میزنه، چه گلی هم میزنه، چه گلی هم میزنه. در واقع تو دو گلی که در نیمه اول پرسپولیس به اون شکل خاص دریافت کرد، پرسپولیسی همچنان صاحب توپ، آل کسی میزه، حالا اگه اتفاقی نیفته ببینیم با این توپ چه کار میکنن، گل پنجم یا در راه یا نه. گل بزرگم حضور یک بانوی داور ما در اتاق وی ای آر هست، یک فرشاد فرجی میزنه توپ رو و پرسپولیس 4-2 به سود خودش به پایان برد.